باز شاعر میگه دل ناله کند از من، من ناله کنم از دل، یارب تو قضاوت کن دیوانه منم یا دل. دلم میگه میخوام این کارو بکنم، اما میبینم قدرتشو ندارم، میبینم مانند پتروس که اعلام کردم اما تواناییش رو ندارم. پس لازم داریم که تقدیس بشیم، لازم داریم که برگردیم به سمت خدای قدوس. در مزمور 33:9 میخونیم که خدا گفت و بشنوم شد. ما امروز میتونیم بگیم، ما میتونیم امروز بگیم خب فیلیپیان 4:13 من در ضعف هستم برادر رسول، خب منم میتونم مطابق این آیه بگم قوت هر چیز را دارم که در مسیح مرا تقویت میکند. آیا به همین آیه تمامه؟ آیا اگر من فقط همین آیه رو بگم تمام؟ میگه خدا گفت و شد، خب منم بگم و بشه؟ چون نمیشه، چون من قوتشو ندارم. میگم قوتشو در مسیح دارم. مسیح چی کار میکرد؟ در حضور خدا بود، از روح القدس پر میشد، صبحان کلامی رو میخوند، شب قبل از خواب کلامی رو میخوند، و وقتی که میذاشت از روح القدس پر بشه اون وقت رو به ما یاد داد ما نیست اینگونه عمل کنیم. مسیحیت رابطه با خداست، مشارکت با خداست، از قوت او پر شدن هست. وقتی از قوت او پر بشی سر عهدهات خواهی ایستاد و نیز وفادار خواهی بود به اون عهدت که چگونه عمل بکنی آنچه را که دوست درست هستش. در نامه عبرانیان میخونیم که اعلام میکنه چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید هرگز خدا اجازه نمیده حتی یکی از بعدهاش بر زمین بیفته. در دوم سموئیل 22:26 میخونیم اعلام میکنه ای خداوند تو با اشخاص وفادار هستی و به مردم بی عیب نیکویی خواهی کرد. کسی که بتونه در حضور خداوند باشه و وفادارانه عمل کنه. حالا ما قرار بر این نیستش که ما بگیم که خدا به ما امید داده، خدا به ما وعده داده، پس من به امید خدا میستم توی مشکلات و سختی ها عمل میکنم. اگر شناخت درست از این خدای وعده دهنده نداری قولش هم قبول نکن، به دردت نمیخوره، دوزارم به دردت نمیخوره، قول میدی میری، هیچ قولت هم به درد نمیخوره. اگر خدای وعده دهنده رو خوب شناختی، نه فقط به یه اسم، اونو تجربه کردی، از ذات خدا که محبت و عدالت و رحمت و فیض و حکمت هست آگاه شدی، در من و تو عمل خواهد کرد. در غیر این صورت میشه یک امید واهی. بهتره که ما ناامید باشیم تا امید واهی داشته باشیم نسبت به هر موضوع. چرا زن و شوهر و دختر و پسرها که با هم میخوان ازدواج کنن کانسلرها میگن اولین قدم این هستش که وقت با هم بذارید، که اول همدیگر بشناسید و اگر به هم قول و وعده دادید بدونید که قولهاتون درسته، اعتمادی هست. همه ما شاید این داستان رو شنیدیم که سربازی که در کنار کاخ نگهبانی میداد و وقتی پادشاه اومد متوجه شد توی سرما چقدر لباس کمی داره و به او گفتش که من میرم برات لباس گرم بیارم. وقتی که میره یادش میره، صبح که میشه بهش خبر میدن یک سربازی که نگهبانی میداده دم کاخ اون نیز فوت کرده. وقتی که میره میبینه آره یک کاغذ مچاله تو دستشه، تو اون کاغذ نوشته بوده که ای پادشاه من هر روز اینجا نگهبانی میدادم اما هیچ امیدی بر این نداشتم که یکی لباس گرم من بده و نگاه من به این که شما داری میاد این انتظار منو کشت. اگر خوب بشناسیم به وعده هایی که داده شده خوب نیستیم، پس لازم داریم ما خدا رو بشناسیم و در این مسیر به وعده های او اعتماد کنیم. در مزمور 86:15 اعلام میکنه اما تو ای خداوند خدای رحیم و مهربان هستی. درسته که از ذات خدا داره میگه اما اشاره به این هست که من و شما که امروز انسان هستیم ویژگی ما باید رحیم و مهربان باشه. این ویژگی ما هست توی قولها و وعده هامون، باید این رو در نظر بگیریم. همیشه صبور و پیوسته وفادار و پر از لطف هستی، این نیز داره باهاش میاد. فیض خدا توی قولها هستش با ما، لطف من و تو و محبت من و تو و درک من و تو نسبت به قولهای دیگران که نتوانستن بیستن باید باشه.
تونست انجام بده. پس اونجا تلخ نشو، اونجا از محبتی که لازم داری باشه استفاده کن. پس بنابراین همون اگر صفات خدا بر این هستش که روی وعده هاش ایستاده، ما نیز باید به عنوان ویژگی خودمون بدونیم در کلام، در پوری روح القدس، در خدمت، در کلیسا، در محبت، در بشارت، در رویاها و در شرکت در عشای ربانی که